سلام خدمت همه عزیزان از هر کجا که صدای ما رو میشنوند. امروز من میخوام راجع به ابوالقاسم حالت با شما صحبت کنم، شاعری که در بیش از نیم قرن اخیر، در این 70-80 سال که البته الان 10-15 سال یکی از مرگشون میگذره، از معروفترین، پرکارترین و شیرین سخنترین شعرهای طنزپرداز ایران بود. من یادم میاد هنوز بچه بودم، مدرسه میرفتم، پدرم وقتی با دوستاش تو خونه مینشست، مهمونی داشتن، دوره هم جمع میشدن، شعرهای حالت رو تو روزنامه میخوندن. به من کم کم بزرگ شدم، از روی کاریکاتوری که اسمش بود ابوالعینک، میدونستم که این همون ابوالقاسم حالته. منم هر وقت روزنامه گیرم میومد، مخصوصا توفیق، در بچگی با عشق و علاقه میخوندم. زمان گذشت تا 1329 من اومدم تهران، در روزنامه چلنگر برای اولین بار حالت رو دیدم که اومده بود پیش محمد علی افراشته که با هم همکار بودن در توفیق به روزنامه های دیگه قبل از شهریور 20. از اون به بعد دیگه من حالت رو همیشه می دیدم در محافل ادبی یا در تحریریه توفیق. من سالها با توفیق کار کردم و چهرهای معروفی در هیئت تحریریه توفیق شرکت داشتن، مانند ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت، غلام رضا روحانی، خیلی ها. به اونجا هر کسی برنامه‌ای داشت، وظیفه‌ای داشت، سوژه‌هایی که سراسر هفته انتخاب کردن می آوردن تو اون جلسه طرح می کردن. این سوژه گاهی به شعر تبدیل می شد، گاهی به نقاشی تبدیل می شد. و این شیوه کار توفیق بود و اعضای هیئت تحریریه همون شعرایی بودن که شعراشون در توفیق چاپ میشد. بعد یک جلسه شعرم داشت روزنامه توفیق که همین طنزپردازایی که در توفیق کار میکردن در خونه توفیق هم جمع میشدن، شعر طنز میخوندن. گاهی شعرایی که به اصطلاح طنز سرا نبودن می اومدن اونجا، شعرهای طنز پرداز سر به سر اینا می زشتن، می گفتن شعر بخونیم. اونم می گفتن ما آخه طنز پرداز نیستیم، ما شعر جدی می خونیم. می گفتن شما شعر جدی هم که بخونیم ما می خندیم، بخونیم. این به اصطلاح شبهای شعر توفیق بود که خونه شون تو خیابون شیبانی تو امیریه بود و تا آخرین روزهایی که توفیق ادامه داشت به من یادم میاد اونجا خونشون بود. بعد اگه عوض کردن دیگه من یادم نمیاد. صحبت از حالت بود. حالت آدم بسیار طنز پردازی بود، نکته پرداز، حاضر جواب. یادم میاد تو میدان بهارستان دو تا دستشویی مستراح ساخته بودن. این آقای حالت چون اینا روبروی مجلس شورا واقع شده بود، این دو بیتی رو ساخت و چاپ کرد: روی در روی مجلس شورا مستراح زنانه گشته بنا، تا شود بر جهانیان معلوم شاهکار قرینه سازی ما. حالت علاوه بر این که با توفیق کار میکرد، با مطبوعات مختلف کار میکرد، بعد از انقلاب با روزنامه گل‌آقا کار کرد. خب ابوتراب جلی هم با گل‌آقا کار میکرد. تمام دوستانی که طنزپردازایی که مونده بودن با گل‌آقا کار میکردن. خسرو شاهانی هم اینطور، دوست روانشاد من. و گل‌آقا به همه اینها میرسید.
براشون مجلس تجلیل میذاشت. آقای مهندس گویا رو فراموش کردم اسمش بیارم، هم از دوستان خوب من بود و هم از قدیم با روزنامه توفیق کار میکرد و هم با گل آقا هم کار کرد که متاسفانه چند سال پیش درگذشت. در روزنامه گل آقا از همه اینها تجلیل کردن. وقتی که از ابوالقاسم حالت تجلیل میکردم بیوگرافی براش نوشتن که من اونو براتون میخونم. ابوالقاسم حالت در سال 1292 شمسی در تهران متولد شده. از سال 1314 به شاعری پرداخته است. در سال 1317 حالت سردبیری مجله توفیق را به عهده گرفت و در اثر زحمات و ذوق و ابتکار او بود که این روزنامه دارای وضعی مطلوب و مردم پسند گردید و در نتیجه میزان فروش آن بیش از حد انتظار بالا رفت. پس از شهریور ماه بیست که اوضاع تغییر کرد، به تا حدی قلم آزاد شد، حالت برای بیان افکار خود مجال بیشتری یافت و علاوه بر توفیق در جراید دیگری مانند امید، تهران مصور، قیام ایران، آیین اسلام و روزنامه های دیگه به شاعری به نویسندگی پرداخت. در کنار این فعالیت ها حالت ترانه هایی به زبان عامیانه می ساخت که هدف های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی داشت و بیشتر به عنوان پیش پرده در تماشاخانه های تهران خوانده می شد. بعضی از اون ترانه ها در همان اوقات مقبول طبع مردم واقع شد و شهرت زیادی به هم رساند. ترانه های او را به عنوان پیش پرده مجید محسنی، حمید غنبری، جمشید شیبانی و عزت الله انتظامی در تماشاخانه های لاله‌زار میخوندن. در سال 1125 حالت به هندوستان رفت و پس از 20 ماه اقامت در آن سرزمین به میهن بازگشت و در شرکت نفت آبادان مشغول به کار شد. او در انواع شعر از قصیده و غزل و رباعی و مثنوی و غیره دست داشت و آثار او چه جدی و چه شوخی همه شیرین و روان و ساده است و در عین حال از مضامین بدیع و ابتکارات دلپسند لفظی به معنوی خالی نیست. تا آخرین شماره هفته‌نامه توفیق حالت با این هفته‌نامه طنز همکاری داشت. بحر طویل‌های او به امضای هدهد میرزا و اشعارش به امضاهای خروس لاری، شوخ، ابوالعینک در توفیق انتشار می‌یافت. اصولا بحر طویل را یکی از کارهایی بود که سالهای سال آقای ابوالقاسم حالت به ساختنش ادامه داد. یکی از آدمایی که به بحر طویل میدون داد حالت بود. حالت به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط داشت و کتابهای بهار زندگی، پیشروان موشکسازی، جادوگر شهر زمرد، زندگی بر روی میسیسیپی، زندگی من اثر مارک توین و ناپلئون در تبعید را از انگلیسی به شبح در کوچه میکلانج را از فرانسه ترجمه کرد. از اشعار فکاهی حالت که اغلب با امضاهای مستعار، خروس لاری، شوخ و ابوالعینک منتشر شده، دو جلد به نامهای فکاهیات حالت در سال 1125 چاپ شده است. دیوان حالت که شامل اشعار جدی اوست و از قصاید، قطعات، مثنویات و رباعی تشکیل شده در سال 1340 انتشار یافته. حالت تاریخ کامل ابن اسیر را نیز از بقایع سال 500 هجری تا آخر از عربی به فارسی ترجمه کرد که مجلدات فارسی آن شامل جلد 18 تا جلد 27 می شود.
حالت از آغاز پاییز 51 به مقاله نویسی در روزنامه کیهان پرداخت و مقالات طنزآمیز او که لحنی انتقادی داشت تحت عنوان طنز اجتماعی تا 10 سال مرتب در آن روزنامه چاپ می شد. در روزنامه های دیگه هم حالت وقتی می خواستن ازش مطلب داشت همیشه که بده به دیگران. و اما شعر حالت، شعر حالت طبق معمول طنز اجتماعی سیاسیه که به مناسبت تغییر فضای سیاسی لحنش هم فرق میکرد. اگر آزادی بیشتر بود زبانش تندتر میشد، اگر دیکتاتوری بدتر تندتر میشد لحنش ملایمتر میشد رو مسائل پیش پا افتاده، در هر صورت انتقادش میکرد. شعری ازش میخونم با عنوان نقشه رندانه: تا که آثار خیانت رخنه در این خانه کرد، خانه آباد ما را عاقبت ویرانه کرد. تا کسی میخواست با رندی دهد ما را فریب، و از پی این کار فکر نقشه رندانه کرد. بی سر و پا بنده اغیار شد بهر مقام، مرغ را آخر اسیر دام هرس دانه کرد. سفله خود اول خر افسانه اغیار شد، بعد از آن یک جمع را افسار با افسانه کرد. می شود بر ما پس از این خواب آسایش حرام، زن که در این خانه مار زهرداری لانه کرد. دزد خون آشام چون سرمست شد از جام فت، خون اهل بزم را چون باده در پیمانه کرد. رهزنی با چیر دستی کاروان را راه زد، عاقلی با حیله سازی جمله را دیوانه کرد. هر که شد نزدیک با آتش سر و جانش بسوخت، این سخن شب شمع بزمپروز با پروانه کرد. نام استبداد را اون ظالم آزادی نهاد، ون چه ظلم اینجا دلش میخواست آزادانه کرد. شعر دیگری با عنوان فریبکار: سخن با یکی گفتم از حیله بازی، که پیوسته با حیله ما را فریبد. سخن با یکی گفتم از حیله بازی، که پیوسته با حیله ما را فریبد. بدو گفتم از دست این سفله افغان، که بیگانه و آشنا را فریبد. چگونه دهد او جواب خدا را، گر این گونه هر بینوا را فریبد. بگفتیم پسونگر که من میشناسم، به روز جزا هم خدا را فریبد. بار سنگین شعر دیگری از ابوالقاسم حالت: هر که عمر امروز در دزدی به سر می آورد، روز دیگر از اروپا سر به در می آورد. بیشتر گردد ز سعی و همت خود بهره‌مند، اون که رو در کار و کوشش بیشتر می آورد. هر که چون غواص او را وحشتی از آب نیست، سر به دریا می برد در و گوهر می آورد. هر که دارا می شود افتد به فکر سرکشی، جوجه در پرواز می آید چو پر در را برد. هر که دارا می شود افتد به فکر سرکشی، جوجه در پرواز می آید چو پر می آورد. بار مسئولیت خود را سبک کن ای عزیز، بار چون سنگین شود درد کمر می آورد.
خار غم چون رفت در پای تو چیزی نیست، لیک گر برونش نابری رو در جگر می آورد. اون که شد اهل تملق از پی خوش خدمتی، هر کجا باید کلا آورد سر می آورد. دشمنم در دشمنی دانی چرا گردد جسور، زن که ضعف دوستان را در نظر می آورد. کوشش ما گر که دشمن را نبرد سر به تیغ، بهر طغیان از گریبان سر به در می آورد. اون که انسان می کند بهر اجانب دست و پا، با دو دست خود به پای دار سر می آورد. بالاترین حدس یک دو بیتیه، گفتگوی دو تا خانومه. زنی با زنی گفت دل بر پلونکس مده، چون که حسن و جمالی ندارد. زنی با زنی گفت دل بر پلونکس مده، چون که حسن و جمالی ندارد. بگفتا چه حسنیست بالاتر از این، که اون مرد منعم عیالی ندارد. شکایت از جدایی. اون که دیروز در این ملک خدایی می کرد، دوش دیدم که سر کوچه گدایی می کرد. گشت محکوم و به زندان مکافات افتاد، اون که از کاخ ستم حکم روایی می کرد. یک زمان تا به ریا گول زند مردم را، مسجدی می شد و طاعات ریایی می کرد. یک زمان تازه رعیت طلبد باج به زور، شمر می گشت و فغانهای کذایی می کرد. باز صد عقده دشوار به کارش می بست، گرز یک مشکل او عقده گشایی می کرد. رأی او می زد و با زور به مجلس می رفت، کرکری خانی و افسانه سرایی می کرد. زن دهقان هوس مرغ همی برد به گور، مرغ مالک پی هم تخم طلایی می کرد. دختر دهکده گر حامل شد جرم نداشت، پسر مالک از او هوش ربایی می کرد. سر مالک به شب از ویسکی و جین سنگین بود، دل دهقان هوس یک پر چایی می کرد. خنده دارد که چه بیچاره و ناکام شده است، اون که مفتی همه جا کام روایی می کرد. دوش ارباب که داده است ده خیش زده است، همچون نی سخت شکایت ز جدایی می کرد. لیک دهقان که به ظاهر شده ارباب امروز، لاف ها می زد و ارباب نمایی می کرد. حال ارباب تبه کرد و دل دهقان خوش، اون که هر کار که می کرد ریایی می کرد. جنگ بی توپنگ یکی دیگه از شعرهای ابوالقاسم حالته. ما را برای عجز و نیاز آفریدند، او را برای عشوه و ناز آفریدند. تا بی توپنگ خانم و آقا کنند جنگ، نشکون و مشت و سیلی و گاز آفریدند. از بحر مفلسی که بسی دارد اشتها، نان و پنیر و سیر و پیاز آفریدند. و از بحر اغنیا که ندارند اشتها، مرغ و خروس و اردک و غاز آفریدند. از بحر فاسقان خبیث جهنمی، سنتور و تنبک و نی و ساز آفریدند. و از بحر آن که راه بهشت اختیار کرد،
ذکر و دعا و زهد و نماز آفریدند. گنجشک را که گرسنگی میخورد مدام، از بحر سیر کردن باز آفریدند. روشن ضمیر را ز ازل در بساط عیش، چون شمع بحر سوز و گداز آفریدند. تا آدمی درنده تر از هر درنده ایست، بحر چه شیر و ببر و گراز آفریدند. حتی لب و پروش، شعر دیگری از ابوالقاسم حالت: نگشته هیچ کسی یک دو ساله ثروتمند، مگر کسی که ز آغاز بوده سرقتمند. ز من مپرس که مالت چرا به غارت رفت، از اون بپرس که یغماگر است و غارتمند. به جور از سر ما پوست میکند چو لبو، لبو فروش محل همچو گشت قدرتمند. به هیچ رو نکند آن نگار پول پرست نظر به من، که نه خرپولم و نه دولتمند. برو چسان من بی پول نامه بنویسم که پول خواهد کاغذ فروش و پاکتمند. کسی که هیچ ندارد به جیب جز سوراخ، چه بهره میبرد از آن رخ ملاحتمند. دلم خوش است که این حرف او صحیح نبود، اگر که گفت به من یار بی شرافتمند. به تیر او همه کس سینه را سپر نکند، مگر کسی که بود همچو من شجاعتمند. دلم برون نرود از چه زنخدانش، ز بس به شغل مغنیگری است عادتمند. بگفتمش که به خدمت مرا کن استخدام، جواب داد برو نیستی لیاقتمند. قدم به عالم بی غیرتی زن و خوش باش، که خون خیش خورد هر که گشت غیرتمند. گزند همسایگان، شعر دیگری از ابوالقاسم حالت: کهن دزدان بهر ما چیزی به جا نگذاشتند، بهر پا کفش و برای تن قبا نگذاشتند. آشنایان چون که با بیگانگان دادند دست، عزت و جاهی برای آشنا نگذاشتند. اونقدر یک مشت رسوا کوس رسوایی زدند، تا دیگر حیثیتی از بحر ما نگذاشتند. مفت خورها بر سر این خان یغما، هرچه بود جمله را خوردند و بحر ما غذا نگذاشتند. تازه می گفتند ما را هم زدند آخر نظر، بس برای ما دیگر هیچ اشتها نگذاشتند. تا که در باغ وطن زاغون برآوردند بانگ، از برای بلبلان برگ و نوا نگذاشتند. کاخ بیدادی که اینسان بر فلک سر برده بود، سرنگون می شد ولی جمعی دغا نگذاشتند. ناکسان از بس که روی خیش را کردند سخت،
جای جولان از برای سنگ پا نگذاشتند. آتش هر فتنه خود میگشت با آبی خموش، اجنبی خواهان بی شرم و حیا نگذاشتند. زن عقب موندیم ما که از بخت بد همسایگان، از ازل ما را به حال خیش وا نگذاشتند. مجالس شعرخوانی، اشاره‌ای داره به انجمن‌های ادبی تهران که خیلی زیاد بود. یکی گفت گشته است امروز دیگر، پر از شعر این کشور باستانی. بسی مجلس شعرخوانی است برپا، از آن شاعران کذایی که دانی. شده کار هر مرد بیکاره این، که هی شعر بافد به هم رایگانی. رسیده است وقتی که یابی به هر سو، ز یک مجلس شعرخوانی نشانی. بگفتم که این حرف ها شعر باشد، مزن جوش بیجا، مکن سرگرانی. کند گر یکی شعرخوانی، از آن به که هر دم کند قلدری شعرخوانی. قیافه طلبکار. در زندگی ندیدم یاری که یار باشد، و از دست او براید کاری که کار باشد. از یار خیش باری بیهوده چشم داری، گر بر ندارد از دوش باری که بار باشد. تا دیدم در این دار غیر دهان آن یار، جای دیگر ندیدم غاری که غار باشد. از هر زنی که با قهر در کام ریزدت زهر، بگریز چون همان اوست ماری که مار باشد. مطرب که پیش اغیار بسیار خوب زتار، ننباخت در بر یار تاری که تار باشد. از کار کم در آمد جز خستگی نخیزد، باید به دست آورد کاری که کار باشد. از بحر مرد جنگی غیر از گریختن نیست، ننگی که ننگ باشد، آری که آر باشد. چون رو کنم به بازار، جز قامت طلبکار، در راه خود نبینم خاری که خار باشد. گر خواهی از دل و جان خدمت کنی به مردم، از دوش خلق بردار باری که بار باشد. یا پای تا به سر باش نوری که نور خوانند، یا اون که شو سراپا ناری که نار باشد. یک دو بیتی میخونم و بحث رو در پیرامون روانشاد ابوالقاسم حالت پایان میدم. شکم گرسنه. آن گرسنه کاندر پی نان در بدر است، گر پند دهیش جای نان بی ثمر است. آن گرسنه کاندر پی نان در بدر است، گر پند دهیش جای نان بی ثمر است. با او ز حلال دم مزن یا ز حرام، کنجا که شکم گرسنه شد گوش کر است. با او ز حلال دم مزن یا ز حرام، کنجا که شکم گرسنه شد گوش کر است. خداحافظی میکنم با شما تا جلسه بعدی. قربان شما، خداحافظتون.